کریس پنس هستم و اینجا برنامه 25 ثانیه است، برنامه که در آن در مورد موضوعات خبرساز بی پرده صحبت میکنیم. بحران اوکراین باعث شده اتحادیه اروپا در سیاست‌های خود در حوزه انرژی تجدید نظر کند. بنابر یکی از گزارش‌های اتحادیه اروپا، تولید داخلی باید افزایش پیدا کند و اصلاحات بازار انرژی اتحادیه اروپا با سرعت بیشتری صورت بگیرد. کمیسر اروپا در امور انرژی میگوید که اتحادیه اروپا نباید در وضعیتی قرار بگیرد که قربانی باجگیری تجاری شود. بیزنس اروپا مایل است راه حل‌های متوازنی برای حفظ توان رقابت صنعت پیدا شود، در حالی که هزینه انرژی در اروپا نسبت به دیگر کشورهای جهان سر به فلک می‌زند. یکی از موضوعات بحث برانگیز در کمیسیون اروپا امکان بهره برداری و تولید تداوم پذیر سوخت‌های فسیلی با قیمت مناسب از جمله گاز شیل است. مهمانان این برنامه اسکا کلر، نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزهای آلمان و نامزد ریاست کمیسیون اروپا است. مارکوس بایرر، مدیر کل بیزنس یوروپ که نماینده فدراسیون‌های 35 کشور است. و کلاس دیتر بورشات، مدیر بازار داخلی انرژی کمیسیون اتحادیه اروپا. اولین سوال را از اسکا کلر می‌پرسم. با توجه به بحران اوکراین، درگیری‌ها در خاورمیانه و قصد روسیه برای فروش گاز به چین، اروپا چقدر آسیب پذیر است؟ اروپا خیلی آسیب پذیر است. هر روز 1 میلیون یورو برای واردات انرژی هزینه می کنیم و فکر نمی کنم که بتوانیم وضعیت را ادامه داد. در این حال به این تنها سیاره‌ای که روی آن زندگی می کنیم شدیداً وابسته ایم و با سوخت های فسیلی و سوخت های مانند گاز شیل در حال نابود کردنش هستیم. بنابراین باید به دنبال این باشیم که تولید انرژی را تداوم پذیر کنیم. مارکوس، فکر میکنم که شاید با بخشی از این حرفا موافق باشید. واضح است که در اوکراین با بحران روبرو هستیم. آنچه اتفاق افتاده زنگ خطری برای ماست. باید به دنبال یافتن منابع داخلی و خارجی متنوع‌تر باشیم و از چیزهایی که تا حالا به دنبالش نرفته ایم مثل گاز شیل بهره برداری کنیم. دیتر، زمستان سختی در پیش داریم. امیدوارم چنین نباشد، اما سیستم تامین انرژی اروپا آسیب پذیر است. کل اروپا و البته بعضی کشورهای عضو از بقیه آسیب پذیرتر هستند. با چند عدد و رقم شاید موضوع روشن‌تر شود. 53% انرژی مصرفی را وارد می‌کنیم، 88% نفت مصرفی و 66% گاز مصرفی را، و همه گاز را از یک فروشنده اصلی می‌خریم. این عددها را باید عوض کرد. چگونه؟ آیا باید اهدافی تعریف کنیم و همه را مجبور کنیم که به این اهداف برسند؟ قطعاً وقتی صحبت از منابع تداوم پذیر انرژی هست، نیاز به اهداف قطعی داریم. برای گسیل گاز کربونیک در جو هم لازم است اهدافی تعریف کنیم. چه اهدافی؟ دقیق‌تر بگویید. باید تضمین کنیم که تا سال 2050 هیچ گاز کربونیکی وارد جو نشود. بررسی‌ها نشان داده، و این بررسی‌ها را فقط سبزها انجام ندادند، که تا سال 2050 می‌توانیم تمام انرژیمان را از منابع تجدیدپذیر تامین کنیم. مارکوس، موافق نیستم. با اهداف قطعی موافق نیستید؟ من با 3 هدف قطعی موافق نیستم، چون باید از اشتباهات گذشته ما درس بگیریم. دیدم که 3 هدف تعیین شده با هم در تناقضند و تنها چیزی که از این اهداف عاید شده بالا رفتن قیمت سوخت است. چیزی که نیاز داریم تعیین هدفی است برای کاهش گسیل گازهای گلخانه‌ای. من در این مورد با اسکا موافقم، اما تنها همین باید عامل تعیین کننده باشد. یعنی می‌خواهیم بازار تصمیم بگیرد که چه فناوری‌هایی لازم است، نه سیاست پیشه‌ها. یتر، آیا تکا بعد هدف‌های بازار کافی است؟ به هدف‌های قطعی نیاز نداریم؟ فکر کنم بتوانم در اینجا موضعی میانی بگیرم. بله، نیاز به هدف‌های قطعی هست، نه فقط برای تضمین منابع انرژیمان، بلکه برای آب و هوا و سیاست کلی تأمین منابع انرژی. به نظر من روشن است که به هدفی برای استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی نیاز داریم و همینطور برای بالا بردن بازدهی مصرف انرژی. اما همه اینها باید با فرآیندهای بازار انرژی ادغام شود و از این نظر دیدگاه من با خانم کلر فرق می‌کند. می‌بینم که کمیسیون اروپا هدف 40% کاهش گازهای گلخانه‌ای و تأمین 27% کل انرژی از منابع تجدیدپذیر را برای سال 2030 پیشنهاد کرده. مارکوس، نظر شما چیست؟ همیشه گفته‌ایم که چه می‌خواهیم. اول اینکه همیشه از تعیین هدف قطعی برای کاهش میزان گسیل گازهای گلخانه‌ای پس از سال 2020 پشتیبانی کرده‌ایم. بحث‌های زیادی در این مورد شده، اما همیشه گفته‌ایم که این هدف‌ها واقع‌گرایانه است. یعنی ما باید کار خود را انجام دهیم بدون توجه به اینکه بقیه دنیا در این زمینه چقدر تمایل یا توان همکاری داشته باشد. مشکل جهانی است.
به نظر می رسد که بقیه دنیا چندان آماده ی همراهی با ما نیست. اسکا، نظر شما درباره گاز شیل چیست؟ آیا می توان به این گاز به عنوان پلی برای رسیدن به منابع انرژی باثبات در آینده نگاه کرد؟ اصلا اینطور نیست. اطلاعات زیادی از بازار داریم و چندین بررسی نشان می‌دهد که این منبع انرژی از نظر اقتصادی به صرفه نیست. گاز شیل بسیار گران تمام خواهد شد و در اروپا از این ماسه‌های نفتی زیاد وجود دارد. خطرات بهره برداری از این منبع انرژی برای منابع آب آشامیدنی و مردمی که در نزدیکی آنها زندگی می‌کنند زیاد است. ما آمریکا نیستیم و در مناطقی که این ماسه‌های نفتی وجود دارد تراکم جمعیت زیاد است. مارکوس، نباید فرصت بهره برداری از این منبع سوخت را از دست بدهیم، به خصوص با توجه به وضعیتی که الان داریم. چون بدن ابتکار به آمریکا به کمپانی‌های آمریکایی دست بالا را در مقابل اروپا می‌دهد. بله، دقیقاً. یه هدف قطعی ایجاد توان فضای رقابتی برای قیمت‌هاست، چون قیمت سوخت در اروپا خیلی بالاست و این خطرناک است. اما به موضوع گاز شیل و موضوع منابع آب زیرزمینی برگردیم. من این مسئله را بررسی کردم و مثلا در کانادا بهره برداری‌های شده بدون اینکه حتی در یک مورد منابع آب زیرزمینی آلوده شوند. پیتر، به نظر می‌رسد که کمیسیون اروپا در همین جهت حرکت می‌کند. اما آیا این کمیسیون حاضر است خطراتی را که این روش برای محیط زیست در بر دارد بپذیرد؟ مسلماً نه، اما در این حال از این دیدگاه هم به مسئله نگاه می‌کنیم که نمی‌توان از همان ابتدا استفاده از منبع خاصی را که در اروپا وجود دارد کنار بگذاریم. اما نباید دچار خواب و خیال شویم، چون از انقلابی شبیه آنچه در بازار انرژی آمریکا رخ داد صحبت نمی‌کنیم. چیزی که ما می‌خواهیم این است که شروع به بهره برداری از این منبع انرژی کنیم. اکسفام می‌خواهد که تا سال 2030 45% انرژی ما از منابع تجدیدپذیر تأمین شود. آیا می‌شود بدون ترک دادن صخره‌ها یا فراکینگ به این اهداف دست یافت؟ اسکا، پاسخ می‌دهیم؟ قطعاً، و باید این کار بدون فراکینگ انجام داد، چون ما کانادا نیستیم و آن مناطق اروپا که ماسه‌های نفتی دارند پر جمعیت هستند. ضمن اینکه مقدار این منابع بسیار کم است و تنها 10% مصرف انرژی برای 10 سال آینده را تأمین خواهد کرد. اصلاً به درد نمی‌خورد. ساختار زمین هم طوری است که نمی‌شود بدون آلوده کردن منابع آب زیرزمینی به آنها دسترسی پیدا کرد. بله، هدف استفاده از منابع تجدیدپذیر بدون استفاده از فراکینگ است. مارکوس، منتظر پاسخات هستیم. همه این مشکلات ما را حل نخواهد کرد. شکی نیست، اما نمیتوان بهره برداری از آن را یکسره کنار بگذاریم. باز هم میگویم راه حل هایی برای پرهیز از خطرات وجود دارد. نباید خودمان را از این فرصت محروم کنیم. پیتر، گروه صلح سبز میگوید که اتحادیه اروپا همچنان معتاد سوخت فسیلی خواهد ماند. در واقع برنامه شما فاجعه اقتصادی در پی خواهد داشت. چه پاسخی دارید؟ خب، می توانند نظرشان را بگویند. دیدگاه ما متفاوت است و فکر می کنم از نظر کاهش گسیل گازهای گلخانه ای ما در دنیا از همه جلوتر هستیم. استفاده از منابع تجدیدپذیر سوخت را هم به شدت ترویج می کنیم. اما در زمینه استفاده از منابع تجدیدپذیر نمی توانیم به همین سادگی 100% به هدف برسیم. بازاری برای این نوع منابع انرژی وجود ندارد. باید ابزار لازم برای ادغام منابع تجدیدپذیر را با بازار انرژی در اختیار داشته باشیم. آیا این امکان را می بینید که این منابع تجدیدپذیر بتواند عامل رشد اقتصادی شوند؟ تخمین هایی هست که حرکت به سوی این نوع منابع انرژی و صرف جویی در مصرف انرژی میتواند 4% افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد. مارکوس، نظر شما چیست؟ البته منابع تجدیدپذیر انرژی و افزایش بازدهی استفاده از سوخت مطمئناً در کاهش وابستگی اروپا نقش خواهد داشت، اما نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید هست. باید هزینه‌های تولید انرژی را کاهش داد، باید واقع‌گرا بود. من فکر می‌کنم که این فناوری‌ها باید در سال‌های آینده در تأمین انرژی نقش داشته باشد. اسکا، به نظر شما این حرف درست است؟ بله، فکر می‌کنم رسیدن به جامعه‌ای که کربن نمی‌سوزاند تا سال 2050 ممکن است، به شرط اینکه از همکنون در این راه سرمایه‌گذاری کنیم و تلاشمان را به سوی گاز شیل منحرف نکنیم. وقتی می‌گویید که بازار از پس حل همه مشکلات برمی‌آید، باید به این نکته هم توجه کنید که همین بازارها بود که زیرساخت‌های ما را به گاز پروم و دیگر قول‌های نفتی روسیه فروخت. در نتیجه فکر نمی‌کنم باید همه چیز را به امید بازار رها کرد. مسئله این است که می‌خواهیم از سوخت فسیلی دور شویم. باید از نظر قیمت‌ها توان رقابت داشته باشیم و باید به این نکته توجه کنیم که بین سال 2000 تا 2012 سهم اروپا در جریان سرمایه گذاری های مستقیم از 40% به 24% کاهش یافته. همه می دانند که تجربه اروپا با تجربه آمریکا متفاوت است و در نتیجه باید توجهمان روی چیزهای واقعی متمرکز شود. باید از گاز شیل بهره برداری کرد. بنابراین بگذارید در این جهت حرکت کنیم و بعد شاید به این نتیجه رسیدیم که این کار بسیار پرهزینه است یا خطراتش بیش از اندازه است. وقت برنامه به پایان رسید. از مهمانان اسکا کلر، مارکوس بیرر و کلاس دیتر بورشات تشکر میکنم. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.